به نام خداوند جان و خرد که زو برتر اندیشه بر نگذرد. سلام احترامات خدمت تمام کسایی که این ویدیو را میبینن، این برنامه را میبینن برسانم. منظور از این برنامه یاد بود از دوست و شاعر عزیز ظاهر از دست رفته ما رازق فانی هست که در مورد از او خاطرات خدا و از کلام معجزش یادآوری شود. ما در افغانستان امرای نام فانی و امرای شعر فانی آشنایی کامل داشتم، چون میخواندم اشعارش و دوست داشتم، اما متاسفانه فرصت میسر نشده بود که خودش ببینم از نزدیک. تا یکی امکانات بر ما میسر شد، حدود 30 سال پیش فانی در شهر سندیاگو تشریف آورد و اینجا از طریق دوستای مشترکی که داشتیم افتخار دیدنش نصیب ما شد و آشنا شدیم با هم. آستاستای آشنایی به دوستی تبدیل شد و دوستی ها محکم تر شده رفت و برادری تبدیل شد. یک دوستی محکمی که همیش پا بر جا ماند، برای اینکه او خودش آدم بسیار مهربان و با وفا بود و تا زمانی که از ما جدا شد این دوستی همچنان بین ما ثابت بود که هیچگاه از بین نرفت. فانی آدم بسیار خونگرم و بسیار خوشمعاشرت بود. با وجود از اینکه مدت زیاده از رفتنش شده، اما هنوز جای خالی شما نتانستیم پر کنیم پیش خود. از رفتن تو جانا دانی چی ماند بر دل، از کاروان چی ماند جز آتش به منزل. فانی انسانی بود آزاده، مهربان و در دوستی های خود بسیار ثابت قدم. همیش ارزش قائل بود برای دوستی های محکم و دوستی هایی که امرای وفا و صمیمیت، امرای صاف دلی و پاک دلی یک جا باشه. خودش می گفت که ای دل مرا سوی خطر، گر می روی لرزان ما باش، از رهزنان غافل مشو، از دشمنان ترسان ما باش. چون با کسی امره شدی، از نیمه را بر نگرد، چون اسپه مردان روی، دیگر زنا مردان ما باش. مردم دوستی و آزادگی ممیزه شخصیت فانی بود و او با فردای هرچی بیشتر معتقد بود. اعتقادش همیشه سر روشنایی و فردای بهتر بود و در یک جای خودش صدا میکنه و ندا در میته که راستی باش که پیغام بزرگی دارم، تا هنوز از دل خاک ریشه گلبته ها گم نشده. باغ وقتی که در آتش میسخت، نونهال چی دلاور میخوند. سوختن مرحله دیگر از رویش ماست، باید از سر روید. و هیچگاه او نارامی و ناامیدی را به خود را نمی داد. ولو هر قدر تکلیف هم می داشت، ما به خاطر دارم که در وقتایی که این مریضی لاعلاج و خانمانسوز سرطان به سراغش آمده بود و زیاد آزارش می داد، درد داشت زیاد، خب دیدنش می رفتم و تلفنی که همیش جوه اولش می شدم ازش پرسان می کردم فانی صاحب چطور هستین؟ همی تکه کلامش بود، می گفت ای دم غنیمت است. همیش گپ همی زد دم غنیمت است و معتقد به این بود که ای دل اگر چه پاهیز بیداد می نماید، آزاده باش چون سر و افسردگی نشاید. و یقینا امی که میگفت دم غنیمت است بسیار پرمعنا گپ بود، برای اینکه هم لحظه ای که در زندگی میکرد همون لحظه برش بسیار با ارزش بود. یقینا معتقد به این بود که یک امشبی که در آنیم غنیمت شمریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر. از این خاطر این جمله را همیشه استعمال میکرد تا که کلامش بود که دم غنیمت است. فانی سخنور توانا، غزل سرای ژرفندیش، انسان بیدار دل و درویش وارسته بود و غزلهایش مثل رودبار همیشه جاری
پر از ایاهو و صدای عشق ورزی و صداقت و انسان دوستی از صدایش به گوش انسان می رسید. کلامش همیشه پر از درد و داغ بود. گفتم کلامش همیشه پر از درد بود. اینجا سوال برانگیز است که چرا کلامش همیشه پر از درد بود؟ خب یک انسانی که از آوان بسیار طفلی و کودکی و نوجوانی پدر خود در غل زنجیر میبینه و زولانه ها رو در پای پدر خود میبینه، صدای او زنجیرا همیشه در گوش تنین انداز است و میبینه که او آدم به جرمی که نکرده پشت میله های زندان میره بر سالیان متمادی. این میتونه که روح حساس یک انسان برای همیشه نارام بسازه. ای است که شریفانی همیش درد داره، همیش سوز داره. و دلیل است که همیش میگیم که کلامش همیشه پر از درد بود. چیزی که در مورد فانی ما خودم همیشه درک کده میره، میتونم بگویم است که گوهر اصلی شخصیت فانی در سروده هایش باستاب عمیق داشت. یعنی هدف ما ای است که میخوایم بگویم شعر فانی از شخصیتش جدا نبود. این همونطور زندگی میکرد که همونطور شعر میگفت. دو نفر آدم نمیدید، دو کاراکتر آدم در شعر فانی و در خودش دو کاراکتر آدم نمیدید، یک نفر میدید. برای از اینکه بسیار تصادف میکنه که شاید در بسیار کسا آدم میبینه شعرشون چیزی هست اما کاراکتر و شخصیت چیزی دیگه. در فانی گپ نبود، همیش همون جوهر اصلی ذاتیش آدم در شعرش میدید و با شعر خود به کوچه و پس کوچه های اصالت سفر میکرد. عاشق روشنایی ها بود و با سروده هایش همیش به جنگ تاریکی ها میرفت و معتقد به این کلام زیبای مولای روم بود که میگفت نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم هم ز آفتاب گویم. من اگر چه سیب شیبم ز درخت بس بلندم، من اگر خراب و مستم سخن صواب گویم. قلبش پر از محبت و عشق بود، به انسانها عشق میورزید، عشق شالوده زندگیش بود. و در جای صدا میکنه که پر از انگامه عشق است فانی پهنه گیتی، همین یک قصه در هر جا دگرگون داستان دارد. در مورد شعر فانی شاید برای ما در او حد نباشم که در مورد شعر فانی بتانم صحبت بکنم، اما چیزی که خودم دیدم، برداشت خودم ایست که فانی در تمام قوالب شعری از شعر غزل سنتی تا غزلهای نیمایی، قصیده، مثنوی، ربایی، ترجیبن، در تمام قوالب بسیار استادانه توازمایی کرد و بسیار خوب درخشید. اما غزل هایش معلوم داره جای خود داره. و در شعر فانی همیشه آدم میبینه که کلامش دور از ابتذال است و دارای امو بیان خودش است. خوانده های زیاده، هنرمندای زیاده، آوازخوان ها شعرهای فانی را انتخاب کردن، در طرزهای بسیار خوب خواندن. برای از اینکه شعر فانی روان است، شعر فانی پیام داره، شعر فانی از دل چون خسته به دل مردم میشینه. از این خاطر همه گفتن، مثلا سلمان جان جهانی خواند بسیار اشعار زیبایشه، احمد شاه جان حسن شعرهای زیبایشه طرز ساخت و در طرزها خواند. مثلا یکی از شعرهای بسیار زیبایشه که آمد شاجان همیشه میخوانه و ما هم خوش دارم در هر جایم که هستم فرمایش میتونم و هم لطف میکنم او رو میخوانه. اوی است که بال دل را دوباره وا کردم، به هوای تو اشره ها کردم، تا خدای دلم شوی روز، روزها من خدا خدا کردم. داستان غمم چی میپرسی، به تو این قصه بارها کردم. دل برنگ ریا نیالودم، گرچه صد کار ناروا کردم. چون ز مهراب بوی خون آمد، محبد مهر را بنا کردم.
عشق پیدا شد و امامت کرد، از پایش من هم اقتدا کردم. زاهد از کینه گفت و من از مهر راه خود را از او جدا کردم. و همچنان مثلا ایدر جان سلیم شعرهای بسیار زیبایشان را خواندن. یک شعرشان در وقتش که خواندن یادم است بسیار ایاهو برپا کرد و بسیار زیبا درخشید. و می بود که ترا شب به گمانم که خواب دیده خدا، و از خیال تو عطر و گل دمیده خدا. و در یکی از امی طرز وقتی که می خواند ایدر جان سلیم، خود زندیات فانی در شروعش امیر خودش می خوانه امی یک دو فردشه. گرفته شیره انگور تاک جنت را شراب چشم تو، زان شیره آفرید خدا. چو قصد کشور جان کرد عشق استی سوز، برای او دل تنگ مرا گزیده خدا. چگونه خیشتنم را به بنده بفروشم، مرا ز روز تولد ز من خریده خدا. و یا وید جان قاسمی زیاد شعرهایشان خواند. و یک دفعه اینجا آمده بود در سندیاگو، یک برنامه داشت، بسیار ارادت زیاد به فاندی صاحب داشت. مثلا یک نعتش خواند: شفق صلابت نام تو در شب درید محمدا. و یک غزل بسیار زیبایشه که راستی چقدر عام فهم است: مالانه به هر شاخه که بسته این وطندار، با تیشه همان شاخه شکسته این وطندار. با خیش درشتیم و با بیگانه ملایم، از خودکش بیگانه پرستیم وطندار. چقدر زیبا، چقدر سلیس، چقدر روان، چقدر کوتاه، اما چقدر زیبا. در هر حال فانی آدمی بود که با جنگ کجی ها میرفت، از تعصبات به دور بود و از نیرنگ و ریا بسیار بیزار بود و رنجش میداد. و در یکی از سروده هایش غزل فانی که من فکر میکنم که کمتر کسی خواد باشه که از این غزل یکی دو بندش بیاد نداشته باشه. حتی بیخی ضرب المثل شده در بین جامعه ما. او را خودش در کابل این شعر سرود با اوضاع امو وقتی که دیده بود. اویست که همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد. دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشد. غزل بلنده است. در آخرش می آیم که زیادش با حافظه دارم، نمی خواهیم زیاد وقت شوه. در آخر میگه که ز تنور تب فانی، تو مجو سرود آرام، مطلب گل از دکانه که تفنگ می فروشد. واقعا یک آدمی که پیشتر من گفتم این رقم رنجار در زندگی دیده بوده، در جوانی و خاطره ها، چطور میتونه که تب آرام داشته باشه؟ معلمدار تب آتشین داشت. اینا کلش دلیل بود که تب آتشین داشت فانی. و فانی رفت از پیش ما، بسیار زود رفت. اما دکان رنگ فروشی هنوزم باز است، هنوزم هم رنگ ریا هست و رنگ فروش ها هنوزم بر او رنگ نشسته و به تقلب خود ادامه میتن. در اونجا فانی با وجود از این که علاقه زیاد به میهن خود داشت و آرزوی بارگشت به اونجا داشت که من دارم اثر نشد، اما این حالته که میدید که یک در مردم و بازیچه دست اینا شده زیاد رنج میکشد. در یک روبایی خود میگه که مرگ است جدا ز جمع یاران بودن، چون شاخه خشک به بهاران بودن. لیکن به خدا کشنده تر از مرگ است بازیچه دست نابکاران بودن. اینا همه ممیزات فانیست که ما همیشه از او یاد میکنیم و میبینیم. و قول و کلام فانی همیشه از دلش بر میخواست و به دلها میششت. و از این خاطر است که تو خانه نیست که این شعر فانی یک دو فردش در او خانه همیشه خوانده نشود. اما دریغ و حیف که انسانهای خوب با کرکتر و با شخصیت زود میرن از پیش ما، دیر نمیپاین تا سرمشق جوانای آینده ما شوند. و در مورد فانی ما خود ما
با خود جرأت میتونم که بگویم که با رفتن فانی زبان فارسی دری یکی از قافله سالارهای غزل از دست داد که مشکل است پس باز آمدن از او. در زندگی نکد فانی متاسفانه، اما پژواک شعرش در ادبیات ما جاودانه باقی خواهد ماند و با یقین که قطرات شفاف باران شعرش کشتزار ذهن ما را برای مدت‌های طولانی شاداب خواهد ساخت. فانی صاحب زیاد تکلیف داشته، خانه بود. ما هم یک گروپ چند نفر دوستای که همیشه یک جای بودیم تصمیم گرفتیم که یک جایی میریم پیش فانی صاحب. او خودش دیگه نمی آمد. گفتیم فانی صاحب ما میاییم پیشت. گفت بیایی نظار دفع. خب هیچ وقت مانعی او نداشت برای رفتن. گفتیم خیلیتون میکنیم که ما همی دیگه کاسه خودم میاریم همونجا یک شروع پخته میکنیم. بسیار دوست داشت، یک شروع معمول کل ما داشتیم و اما شرطش چیز که دیگه سرایا جان آزار نمیتیم نباشه. گفت خود سیست. رفتیم خانه. سرایا جان با گمانم رفت خانه رابیه جان یا کجا، خانه من ما ماندیم و فانه دیگه میگه خود ماندیم سراتش و یکی پیاز پست کو و یکی گوشت بکی و یک دیگه تو گپا و بالاخره شروع ما درست شد و شروع خود ساختیم و خب همه میخواستن یک حال داشته باشن یک گپا و فانی خدا بخشش نم بستر خود دراز سیل میکد ما را و خنده میکد میگفت که من دیگه از عمرم چیزی نمانده اما امی لحظه ها را هیچ وقت نمیتونم از دست بتم که شما اینجا کلتان یک جا هستین، تو رو به خدا خوش باشین، خنده کنین، از خاطر من جگرخون نباشین. خب ما هم برای اینکه او رو خوش ساخته باشیم جوک میگفتیم و خنده میکردیم و چیزا زیاد میکردیم. گفتیم که فانی صاحب تازه چی ساختی؟ گفت گمش پوش تازه نگر، تو بگی یک چیز بخوان. همیش مر صدا میکرد که تو بخوان. خب ما یکی گرفتم از این کتابش واس کردم، یک دو چیز خواندم دیگر شد و خیلی سدم جایه که خود گفت خیر یک چند قدم میرم در اون طرف اولی یک دروازگاه کوری یک چیزی بود، یک راگزاریگاه کادم بگوید چی بود یک دروازگاه کوری یک چیزی مانده بودن. گفتم فانی سه والا این امی چه خوب یک چیز است، امینجا یک مجسمه واری یک چیزی بود، امینجا همو را مگه بانی خوب میشه. سنم سعی کرد گفت ای نه، گفت دگه گفت کم بود که صبح تا شام در جان من چی رقم اتهام ها رو بسته میکنن، ایران بانم که بگه بود پرست از فانی. خب برحال امون روز خلاص شد و دیگه کاسی خود شوشتیم و شام دیگر شد و دیگه رویش ماچ کردیم آمدیم. شما باور کنین که ما اون زمون تمکولا تا اینجا کل ما گریه میکن. او خاطره هیچ وقت یاد من نمیره. روحی شاد باشه، در ذهنهای ما همیش جاودان است. در هر حال دیگر زیادتر نمیخوایم سبب زیای وقت شما شوم. خواستم یکی دو نمونه از کلام فانی بزرگوار قرائت کنم. البته این باید اعتراف کنم که انتخاب کردن از اشعار فانی بسیار دشوار است. وقت دیوان غزلیات شما ورق میزنم هر کدامش میخوایم بخونم، باید یک دیوان مکمل بخونم. در هر حال دست به تفاهل زدم، یکی دور پیدا کردم خدمت شما او رو میخونم. ای است از کدام شبیخون نام ساخته است، دگر مگو که چی شد چون شد و چی پیش آمد. مگو که خرمن ما را کدام سایقه سوخت، دیگر مگو کی بر این کاروان شبیخون زد. مگو چی اهریمن آتش فساد افروخت. مگو کی بود، مگو کی برد به تاراج هستی ما را، و بر سر چی دکان نهاد و چند فروخت. که من شناختم، که من شناختم دزدهای قافله را. فریب عاطفه از کس مخور که میبینم،
اما فرشته به ظاهر، اما به دل شیطان. یکی به تیغ تحول درید سینه ما، یکی به مرمی دین کرد مغز ما پاشان. به هر که دست بدادیم دست ما ببرید، به جای نفع رسید از همه به ما تاوان. چی گویمت که شهید کدام سیادیم، زخون ما به همه علقه ها نشسته نشان. اگر به غور ببینی تمام سلسله را، ز پاره پاره تن ما رسیده تقسیم، به هندو و مسلمان و عیسوی و یهود. من و تو دست و گریبان، من و تو در دعوا، من و تو رفته به تاراج پیش چشم جهان، من و تو غرقه سیلاب خون و آتش و دود. چی مغزها که نشستند چاره سنجیدند، چی پایها که در این راه خسته شد فرسود. نشد که ما و تو پایان دهیم غایله را. اینجا کلام خدا به پایان میرسانم و در آخر وظیفه خود میدانم که با شناختی که از فانی بزرگوار رفیق و دوست همدمم داشتم و شناختی که از فامیل عزیزش دارم، چند کلمه در این مورد بگویم. سرایه جان فانی نازنین، همسر مهربان، یار و همسفر مهربان فانی و خانم با وفایی که خوشبخت است کسایی که این رقم همسر دارن، تا آخرین لحظه حیات فانی عاشقانه امرایش بود و ازش پرستاری میکرد و غمخوریشی میکرد، که همیشه ما به دیده قدر بهش میبینیم، خداوند عمر طولانی برش بده. و فرزندان خوب و مهربانش هر کدام، رابعه جان، ماریا جان، جمشید جان، صوفیه جان، هر کدام انسانای خوب با کرکتر، مهربان و واقعا با داشتن شهرت بسیار خوب محیطی، با دانش، کلشان امرای فرهنگ، بسیار فرهنگ افغانی ما و امرای شعر و ادب هر کدام سر و کار دارن. الهی موفق باشن، شاد و سرفراز باشن.